باز هم خوش آمدین دوستا در ای بخش برنامه همراه ما جناب جواد عمری مسئول برنامه های جوانان بخش سارندوی هستند و همچنان روبینا شجایی مسئول گروپ دختران کابل هستند بیشتر در مورد برنامه هاشان ما هم نمیدانم میخوایم بدانم بیشتر خیلی علاقه هستم و شما دوستان منتظر باشید برنامه بسیار خوب دارن خاطر جوانان خیلی خوش آمدین صبح شما بخیر خیلی خوش آمدید جناب مریم سلامت باشین به نام خدا و با عرض سلام و درود خدمت بینینده عزیز تلویزیون یک نام محمد جواد و و من مسئولیت برنامه جوانه را در بخش سالاندوی در سراسر سر افغانستان برخده دارم بسیار خوب خوش آمده شما خوش آمدید با جوی. جایی شکر از اینکه دعوت ما پذیرفتید. بسم الله الرحمن الرحیم سلام تقدیم شما با ایزان کسری تلویزیون یک ما رو می‌بینن صبحشان بخیر امیدوار هستم روز پر از داشته باشن روینا شجایی هستم روینا نیستم روینا هستم مسئول گروه سرنده کابل بسیار مجرد من میکنم. در آغاز میخوایم که از عمری عزیز در برنامه در مورد برنامه شان بپرسیم یک کم اگر معلومات بتین خیلی خوب میشه آه خب آه میخوایم در, در ابتدا یک معلومات ابتدایی در مورد خود جنبش سراندوی برای شما ارائه بکنم بعدا باز میشه در خصوص برنامه هم صحبت بکنیم بح. بح. Uh, جنبش uh, سارندوی یک نهضت غیر سیاسی یک نهضت مستقل یک نهضت بدون از اینکه وابسته به کدام ارگان و یا سازمان مشخص باشه uh, به گونه مستقلانه uh, فعالیت هایش پیش میبره و امروز در یک, و یک, یک کشور من جمله افغانستان uh, سارندوی به گونه رسمی فعالیت داره و در بیش از دو و کشور و قلم روی دنیا به بش شمول یک, یک کشور شاخهای سارندوی وجود داره که خوشبختان افغانستان هم در رمی اواخر آخر عضویت جنبش جهانی سارندوی گرفتن و من 171 صد سازمان ملی سارندوی در جنبش جهانی سارندوی ثبت شدن سارندوی شاخه ها و بخش های متعدد داره ما در سه کتگوری سنی برای نوجوانان ها و جوانات ارزی خدمات داریم بخش اول ما به مستلات سارندوی از مرک میگیم که سنشان از 7 لا یازده سال است <applause> بخش دوم ما که بخش سارندوی است 12 الی 17 سال است و بخش سوم ما بخش پالندوی است که سنشان 19 لا بیست سال است ما در سه کتگوری سنی فعالیت های مختلف را هم ام آموزشی، هم ام تفریحی، هم در ارتباط به معارت های زندگی بر از اینا ارائه میکنیم بسیار خوب از یک یک کشور که نام برده تال شما به کدام کشور سفر کردید دمرای جمع از سارندوی دیگه دید بازدید داشتیم؟ بله اه ما سفرهای متعدد داشتیم جنبش سارندوی هم قسمی که قبلا بر شما گفتیم یک سازمان مستقل است یک سازمان سراسری و جهانی است و قدامت از بیش از 110 سال در سراسر دنیا این تاریخ داره اه ما سفرهای متعدد داشتیم من جمله در جشنوارهای جهانی سارندوی شرکت کردیم تیمای مختلف را به جاپان، به ترکیه، به سریلانکا، به کشورهای عوضی جنوب آسیاد چرا که ما از لازم و یک ساختار منطقوی که است در عوضی کشورهای جنوب آسیا قرار گرفتیم سفرهای متعدد در جنوب آسیا داشتیم و سفرهایی که در پیش رو داریم انشالله یک تیم از سازمان ملی سارندوی افغانستان در کنفرانس جهانی سارندوی که در کشور مصر قرار است برگزار شود شرکت میکنه و همچنان بعضی برنامه دیگی که برای لیدرها یا رهبرای سارندوی است در کشور کوریا در نظر است شرکت بکنیم یعنی پروگرام های متعدد بوده که در گذشته هم شرکت کردیم و در پیش رو هم برنامه است که باید شرکت بکنیم بسیار خوب از بانو میخوایم بپرسم که مسئول گروپ دختران سارندوی هستند در کابل البته چی تعداد دختر خانم ها در نهاد مستقل را دارن و گیها ها همراه شما همکار است یک کم در مورد دختران کابل صحبت کنید ما پنج گروپ در دا کابل داریم و همچنان دسته از مرک داریم که در کل دخترار در بر میگیره و اینا بسیار با علاقه مندی خاص میه چون برنامه مختلف برشان داریم و پنج شروع که داریم مکمل دخترها با علاقه مندی میه همونطور مربی داریم مربی سبقی و ناس هست که امرویشان کار میکنن برنامه پیش میبریم و تمام دخترهایی که هستن با علاقه مندی فقط سه تروپ که ما داریم محل زیست است و همچنان دو تروپ ما در دا داریم که فعلا هم عضویت بیشتر میخواین بگیرن بیشتر علاقه شدن و دروازه سارندوی برای روی همگی باز است همگی میتونه از سن 7 سال به بالا میتونه که زیاد سارندوی بگیره و به جمع ما بسیار خوب شرایطی که دختر خانم ها و قایان بخواین بیان در جنبش سارندوی با شما یکجا شون چی چی باید کرد کدام مراحل باید طی کرد تا رسید به عضویت جنبش قسمی که همکارم با نشوجایی گفتن که دروازه سارندوی برای همگی باز است هیچ محدودیتی به خاطر شمولیت و به خاطر عضویت سارندوی برای کسی وجود نداره منتاد یک موضوعی که باید رعایت شود ما اصول داریم که باید اصول رعایت شود و در این حال یک چیزی که بسیار زیاد مهم است ما دروازه سارندوی باز ماندیم اما مشروط است مشروط به ای که هیچ کسی نمیتونه در نهزت سارندوی چون که یک نهزت بیترف است دست به مسائل تعصبات قومی و لسانی و زبانی و سایر موارد دست بزنه و اینجا بیان بخواین و سارندوی ابزار خواستای خودشان بسازه هر کس میتونه وزیات سارندوی بگیره من مشروط بری که اونا دست به مسائل که مخربانه است به نو وحدت ملی ما را به اما این انسجام ما را از بین میبره به این موارد ما اجازه نمیدیم ایچ کسی همه که کش میکنه که بحث قوم و زبان و سمت و موضوعات کنار بگذارن و بیان با هم دیگر مثل برادر خواهر در زیر یک سقف کار بکنن همیشه تلاش تمام جوانای امروزی هم ایست. و تعداد که با این اهداف میرن بر نهادها و سازمان ها و بالاخره جنبش ها اونا هم ناکام میبانن با نشجایی میخوایم از شما بپرسم که چی کردین به دختر خانمایی که در شهر کابل زندگی میکنن کارهایی که تا هم برشان شده و کارهایی که از این بعد در تقسیم اوقات یا در اسکیجول شما برشان شده خب سارندوی یک طرح سالم مملو با هدف است که هدف رشد جوان که جوان ها رو ما بتانیم رشد بتیم همچنان ما برنامه مختلف داشتیم کمپوریا بوده که ما برگزار کردیم دخترها اشتراک کرده همچنان خدمات اجتماعی در بیرون رفتن با اجتماع سر کار داشتن دخترها برنامه مختلف است و همچنان چند وقت پیش ما یک ورکشاپ داشتیم ورکشاپ استراتژیک پلانینگ که برای 10 سال آینده افغانستان مربیان ولایت بودن همچنان ما مربیای خارجی را با خود داشتیم که برای ده سال آینده افغانستان اینا پلان ساختن و در پلان برنامه ها شامل است که انشاءالله روی دست داریم عملی شد و کدام برنامه ها در پلانشان شامل است؟ یک دو سه پلان بسیار مختصر <applause> کتایش <applause> اگر بر ما شما بیان بکنید امکان دارد؟ بله برنامه مختلف است ما همچنان جوان ها را در دا این داشتیم که خاصیم نظرات از اونا را داشته باشیم چون برنامه از اونا است قسم کستا جواد گفت بر مربی های ما برنامه های بیرونی است انشاءالله در اشتراک میکنند همچنان بر دختر خانم و پسرایی که در برنامه سالانه هستن و و خدمات های اجتماعی را دا داریم که انشاءالله اشتراک میکنند و همچنان سالانه ما کمپوری داریم که برگزار میکنیم در اون دختر اشتراک بکنند بسیار خوب اشتراک دختر خانم ها چیگونه است؟ پرنگ است یا کم رنگ است؟ شما خو مسئول گروپ هستید مطمئنا با تمام دخترها سرکار داریم دقیقا ما تو برنامه نداریم که خسته کن باشه در کل برنامه را درخواست خود جوانان می باشه و خود از اونها پیشنهاد میکنن که ما بر از اونا برنامه می سازیم و چیزی که خاص خودشان است مطمئنن که بالاقا مندی اشتراک میکنن و در کل ما یک گروپ که داریم 32 نفر تشکیل میدیم اما 5 گروپ داریم این 5 گروپ در برنامه مختلف بالاقا مندی خاص می گیرن. بسیار خوب عمری عزیز اگر کدام سوالی که من نکرده باشم مانده باشه و شما بخواید پاسخ بگین کدام گپ ناگفته که در برنامه میخواین با دوستان شریک بسازین بفرمایید یک مورد را که میخواییم از گذشته کار کردیم خیلی تلاش کردیم که حمایت هم جانبی دولت باید داشته باشیم در دا راستا ناگفته باقی نمانه وزارت محترم معارف در ای اواخر همکاری بسیار خوب داشتن با ما تایی تفاهم که ما با وزارت محترم معارف داشتیم در راستای گسترش و وسطی برنامه در سطح افغانستان خیلی مؤثر واقع شده ولیکن انوز هم نیاز است که نه تنها وزارت معارف بلکه نهادهای دیگی هم که زی دخل هستن در امور جوان ها کار میکنند چون جوان ها آینده زی کشور است جوان ها هستند که رهبری آینده ازی مملکت بر عهده خواد گرفتند بنان چی خوب است که اونا هم بیاین و دست با ما یکجا کرده در راستای خدمت و ارائه خدمت بر نوجوانا و جوانا کار بکنن کشورهای دیگی که همجوار ما هستن این نهزت به گونه وافر امکانات در اختیارشان قرار داره و حمایت همه جانبی دولت های خود دارن دیگر چه خوب است که دولت افغانستان هم این نهاد به حساب حمایت بکنن و این نهاد تنها نگذارن چرا که نهاد است برای جوان ها و جوان ها یک پروسه آموزش غیر رسمی است که در اصل تقویت کننده آموزش رسمی است خیلی ممد و معثر تمام میشه این مثل <سؤال> که در کشورهای دیگه بیش از دو میلیون <سؤال> سه میلیون سارندوی در در مثل هند و بنگلادش اینا اعضای سارندوی دارن و اینا مسر خدمت بر جامعه شان واقع میشه ما هم میخوایم که دولت افغانستان ما را حمایت بکنه این سازمان حمایت بکنه به عنوان یک سازمان مستقل که بتانه به مو که عبارت از رشد ذهنی فکری و اجتماعی نوجوانا و جوانا هستند به او هدف نایل بیم بسیار خوب یک سال که باقی بان و وی لحظه سپیر خواست که با شما شریک بسازم شما رضاکار کار میکنید یا نه امتیازات دارید به خاطر کار کردن در بخش در اصل سارندوی رضاکارانه است به خاطر خدمت بر جامعه و تمام کسایی که زیاد سارندوی میگیره رضاکارانه کار میکنن رضا کارانه کار میکنید. تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین بان جایی و آقای عمری خیلی سپاس گزار شما سلامت باشین تشکر از شما سلامت, سلامت دشکر. دشکر از شما دوستایی که تا همراه ما بودین 44 24 پل ارتباط بین شما و فامیل های شهدای نیروهای امنیتی است اگر میخواین که مساعدت داشته باشین کمک داشته باشین به فامیل های شهدای نیروهای امنیتی نیروهایی که در خط نبرد جانهای شیرین خود از دست دادن و امروز فامیل هایشان سرسخت به کمک من نیاز دارن پس 44 زنگ بزنین تا که افشار بتین 15 افغانی مستقیم از حساب شما به حساب از انتقال میکنه بعض از دوستا پرسیدن که آیا این پروسه شفاف است یا خیر بله در مورد پروسه خیلی معلومات گرفتیم تحقیق کردیم صحبت کردیم پروسه کاملا شفاف است شما میتونید کمک داشته باشین وقفه داریم پس از وقفه دوباره برمی Thank